رنج و آشفتگی ها و نیز بحران های زندگی و مشکلات گرفتار شدم و نیز تا به امروز ادامه داره. چه بسا که سعدی از این روز که اعلام میکنه نابرده رنج گنج میسر نمیشود. گویا برای دریافت هر برکتی باید یک رنجی رو بکشیم و همچنین این رنج ارثی شد مانند یک پکیج نامطبوع برای نسل آینده که به اون انتقال داده شد و دلیل ترس ها، ناامیدی ها، نگرانی ها، استرس و افسردگی های بشر گردید و به طوری که جسم آدمی رو به ضعف کشید و او رو در ناتوانی قرار داد. و سوال اینجاست، چرا؟ همه ما به نوعی میدونیم کلی، ولی چرا؟ خیلی کوتاه، چرا؟ بگید لطفا. درست ماسک دارید، صداتون ضعیف میاد. چرا؟ چرا انسان اینقدر تو ترس و نگرانی آشفتگیه؟ چرا اینقدر در رنجه؟ جان؟ از آینده میترسه. خب درسته دیگه؟ در جایگاه اصلی نیست، از هدف اصلی دوره. دیگه بفرمایید. از روح خدا دوره. از روح خدا دوره. برابر 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 برابر. حقیقتا یه دست بزنید برای تمام عزیزانی که این گونه گفتم و عزیزانی که گفتم. بله همونطور که فرمودید همه اونها درست هست، اما حقیقتا چون از سرچشمه حیات و سلامتی و آرامش و خوشی، حکمت و توانایی جدا شده، همون از روح خدا، از روح القدس. و مانند آنچه که در انجیل لوقا ما میخوانیم، لوقا 15 اشاره میکنه به سه موقعیت گمشده. اعلام میکنه سکه گمشده، گوسفند گمشده، پسر گمشده. سکه گمشده اشاره به جبری هست که در دنیا هست. سکه که اختیاری نداره که بگه من برم تو جیب کی؟ جیب کشیش رسول برم یا تو جیب یه نفر دیگه برم، بلکه روی جبر حرکت میکنه. پس سکه اختیاری نداره، مانند انسانهایی که معتقد هستن و چه بسا درست میگن جبر باعث این شده که از خدا دور بشن، شرایط زندگی در این شده که ضد خدا بشن. مثل مانند اکثر جوانان ما امروز در ایران، هرچند نظام مذهبی هست، اما اکثر جوانان ما هیچ باوری دیگه ندارن به اعتقادات اسلامی و حتی دوست ندارن، میلی به این ندارن از کسایی که از خدا میگن بشنون. گویا این جبری که نظام اسلامی و همچنین نظام‌های کمونیستی ایجاد کرده، نسل جوان رو نسبت به باور الهی سرد و ناامید کرده. سخن میکنه، میگه از گوسفند گم شده. گوسفند گم شده هرچند درش جبر نبوده، اما این براهایی که گم میشن، این گوسفندهایی که گم میشن، فریب اون محیط که دارن میرن رو میخورن و مانند کسایی هستن که توی دنیا گم میشن به خاطر هوساشون، به خاطر تبلیغات کاذب که هست، گم میشن، هدف اصلی رو فراموش میکنن. هرچند چوپان دارن، شبان دارن، اما متاسفانه فریب ثروت و قدرت و مقام و و و و و میخورن و گم میشن. و اشاره میکنه به پسر گم شده. پسر دیگه کسی خدا رو قبول داره، بابا رو قبول داره، پدر رو قبول داره، محبت پدر رو دیده بوده. و عیسی مسیح اونجا اشاره میکنه به افرادی که به خدا باور دارن، ایمان دارن، اما با توجه به این که به خدا باور دارن، به محبت او باور دارن، اما یک باره میگن ارث منو بده، بده همه اون چی مال منه، مگه من فرزند تو نیستم، مگه من پسر تو نیستم، مگه من عطایا ندارم، به من بده، من برم دنبال زندگی خودم. و به هیچ وجه نمیخواد تحت اراده خدا زندگی کنه، مطابق انجیل متی باب 6 آیه 9 و 10 که اشاره میکنه و همچنین مزمور 127 که باید اراده او رو بخوایم. و این سه موقعیت رو به ما نشون میده که از آنچه را که به خاطرش آفریده شده بودن دور شده. و از این رو پند و نصیحت داوود پادشاه که مرد خدا هست و محبت خدا رو تجربه کرده در مزمور 62 آیه 5 الی 8 اعلام میکنه: من فقط به خدا اعتماد دارم، یعنی توکل میکنم، نه به قدرت زمینیمه، نه به حتی ایمانم هست. درسته که مهمه که ما ایمان داشته باشیم،
اما چه مقداری ایمان ما نسبت به شرایط سخت زندگی به درد ما میخوره؟ تا چه مرزی ایمان ما میتونه به ما این قوت و توانه؟ غیر از این هست که در کلام خدا ما مردان خدا و زنان ایمان رو میبینیم توی زمان سختی ها شروع میکنن شکایت کردن و عذر میخوام غر زدن و حتی در برابر خدا میایستن. به همین داوود پادشاه نیز بارها ما در مزامیر میخونیم که چگونه در برابر خدا توی سختی‌ها و مشکلات میایسته. و در این روزهای سخت ما شاهد هستیم چقدر از ایمانداران، چه دور و نزدیک، به طور خاص ایمانداری که در ایران هستن، در اون سختی‌هایی که هستن فریاد میزنن خدای کجایی، مسیح کجایی، چرا مثل گذشته دست منو نمیگیری و مرا یاری نمیکنی؟ من فقط به خدا اعتماد دارم و امیدم به اوست، به او که امید همه ملت ها هست. تمام مردم رو در بر میگیره، هیچ فرقی نمیکنه با هر باوری که هستن، مسیح امید همه ملت هاست. او یگانه پشتیبان و نجات دهنده من است. او همون یگانه پسر خداست که بهر گناهان بشریت مرد و من و شما امروز ایمان آوردیم و خوشا به حال ما که ایمان داریم به اون یگانه. او یگانه پشتیبان و نجات دهنده من است. او نگهدار من است، پس هرگز شکست نخواهم خورد. یعنی هرگز من مجال این رو نمیدم ترس، ناامیدی، نگرانی بر من غالب بشه. هرگز شکست نخواهم خورد. نجات و عزت من از خداست، افتخار من، رستگاری من خدا هستش، تمام زندگیم خداست. او نگهبان توانا و پناهگاه من است به توسط روح القدس. هم قدرت، هم قوت، هم اقتدار و جرأت به من داده، هم به من این امید داده که وقتی دعا میکنم مطمئن هستم که خداوند مطابق فیضش میشنوه. داوود پادشاه از قلب خدا با خبر بود که او تحمل دیدن درد و رنج هیچ انسانی رو نداره، هیچ انسانی رو نداره. هر باوری در هر کجا که میخوانید که خدا انسانی رو نجس شمرده، اون باور از طرف خدا نیست، چون همه انسان ها فرزندان خدا هستن. اما متاسفانه اکثر انسان ها نمیدونن فرزند خدا هستن و خبر ندارن خدا باباشونه، دیگه خیلی گم شدن، خیلی دور شدن. و داوود پادشاه داره اشاره به این میکنه که خدا در اصل در جایگاهی هستش که با دلسوزی میل به این داره که تو رو یاری کنه توی مشکلات، توی سختیات، تو شادیات. حتی چرا اون موقعم که شاد هستی یه حسی بهت میگه این شادی همیشگیه، نکنه تموم بشه. به طور خاص زوجها وقتی که میرسن به پای جشن‌های عروسی و ازدواج میکنن یه دلهوره‌ای دارن، باز به طور خاص دخترها، زنها، عروسها دلهوره دارن، میگن نکنه نتونیم ادامه بدیم، مدام این دلهوره هست. بعد دلهوره جاشو عوض میکنه، دلهوره برای بچه‌ها میاد، نگرانی برای بزرگ شدنشون میاد. متاسفانه چرا که این تکیه‌گاهی که خدا هست رو خوب نمیشناسن، که میل به این داره در تمام ایام زندگی خدا کنار من و تو باشه در هر شرایطی. باز در مزمور 50:15 خداوند اعلام میکنه در مواقع سختی، یعنی تمام ایامت، مصیبت ها، تولد ها، مریضی ها، مسافرت ها، شادی ها، جشن ها، در تمام ایام و مشکلات، در موقع سختی و مشکلات مرا صدا کنید، من شما را رهایی میدم. توی تمام شرایط سختی که هستید، یک بار دیگه میخونم، در مواقع سختی و مشکلات مرا صدا کنید، من شما را رهایی میدهم. میتونیم بگیم آمین؟ آمین که داره با شما سخن میگه. و در آیه بعدیش میگه و شما مرا ستایش خواهید کرد. چرا ستایشش میکنیم؟ چرا وقتی دعامون اجابت میشه، وقتی حمایتش میبینیم؟ چون لمس تازه‌ای داریم، یک رابطه عاشقانه داریم با خدا، همون رابطه‌ای که شکسته شد در باغ عدن و دیگه این محبت رو آدم و حوا نتوانستن مثل سابق لمس کنن. وقتی که من و شما تصمیم میگیریم همیشه با خدا همراه و هم فکر باشیم و صادقانه بیستیم، میچشیم محبت او رو، چه در خوشی ها و چه در سختی ها. و اونجا هستش که ما میبینیم در حضور خدای زنده هستیم. دیگه لازم نیست آخونده بگه چند تا رکعت نماز بخون، کشیش بگه عزیز
ساعت تا این ساعت دعا بکن، کلام بخون، رابطه قلبی با خدا. دیگه کسی به تو غیر از روح القدس نمیآموزه. کسی به شما نمیگه محبت کن، کسی به شما نمیگه کلیسا بیا، کسی به شما نمیگه خدمت کن. روح خدا در تو هست و روح خدا به تو میگه، و اگر پند و نصیحتی از واعظی میشنوی تایید میکنی، بلند میگی آمین، چون روح القدس سرت میگه آمین. دیگه ناامیدی نیست، دیگه نگرانی نیست، دیگه این نیست که اینم یه بازیه، این کشیش چی داره میگه، اینم مثل آخوندا هستن و و و این گونه دیگه فکر نمیکنی. اون خداست که داره تایید میکنه که آن کسی که تایید من هست داره با تو سخن میگه. پس بلند میتونی بگی آمین به در قلبت و به آنچه که درست هست نیز عمل کنی. و اونجا هستش که کاملا این رابطه میبینیم، همون رابطه ای هست که در کتاب اشعیا 43 21 من این قوم را انتخاب برای خودم انتخاب کردم که برای من باشه، که با اون رابطه داشته باشم، بتونم با فرزندم صحبت کنم. این خواسته و آرزوی خدا بود که به عنوان پادشاه زندگی ما باشه، البته با تفسیری از یک پادشاه آسمانی، همان گونه که مسیح گفت پادشاهی من از زمین نیست بلکه آسمانیه، فکر قلبی هستش که روح القدس میخواد در من عمل کنه به آنچه که میتونه درست باشه، همیشگی باشه، پایدار باشه. اما متاسفانه انسان همیشه گریزان بوده از این پادشاهی، پادشاهی که باش با خودش یک دلسوزی جاودانه داره، محبت بلاعوض داره، با خودش یک موقعیت رابطه‌ای داره که درک درش هست. لازم نیست من 4 ساعت دعا کنم، تسبیح دستم بگیرم و بگم اونقدر عبادت کنم تا تصور کنم که خدا دیگه الان پسندید من رو، بلکه پادشاهی اون با فروتنی میاد، با عشق میاد، با وفاداری و با دلسوزی میاد. جمعه که ما برنامه امید جاودان رو در شبکه محبت داریم، وقتی صبح بلند شدم دعا کنم، خدا با قلبم صحبت کرد که این پیام رو بگی و بده، من پادشاه زندگی تو هستم. خب کلامی رو خوندم خیلی قابل درک نبود. خب من این ایمان رو دارم خدا پادشاه من هست، همیشه هم توی موعظه هام گفتم، از کلام خدا از خودم نگفتم، ولی خب در این رابطه هم یه مقداری صحبت کردم توی شبکه که خدا پادشاه و مسیحیت معنیش همون رابطه هستش. بعد از چند ساعتی که دیگه تلفن‌ها رو جواب دادیم، به زهره جان گفتم من یه مقداری خسته شدم، بریم توی پارکی قدم بزنیم. و با هم رفتیم یه پارکی که حدوداً میشه گفت 15 دقیقه با خانه ما فاصله داره. و بعد از اینکه خود قدم زدیم، نشستیم، از طبیعتی که خدا آفریده لذت بردیم، برگشتم خونه، متوجهم تلفنم نیست. زودم زهره جان زنگ بزن، تو همون ماشین رو گشتم دیدیم نیست. گفتم زهره جان اگه میشه لطفا زنگ بزن. زنگ زد زهره جان به تلفن من، کسی جواب نداد. 2 بار زنگ زد کسی جواب نداد. گفتم بیا دعا کنیم، این مثل حمله است برای ما، بیا دعا کنیم. چون همونطور که تلفن تو دست شما همه همون زندگیمون شده، به طور خاص من که به عنوان یک کشیش حقیقتا 80% خدمات من الان تلفنم هست، بعدم تلویزیون هستش، کلیسا میدونید فقط یک شنبه هست در خدمتتون، پس تمام زندگی من انگار همین تلفن هست که حداقل در روز من فکر کنم حداقل 100 تا تلفن دارم، حداقل که اگه برسم به 20 تا جواب بدم. به هر حال دعا کردیم، زهره جان دوباره زنگ زد. وقتی زنگ زد صدای یه خانومی اومد که به انگلیسی گفت بله من این تلفن رو پیدا کردم ولی دارم میرم، اگر بخواید بیایید اینجا من کار دارم، تا 10 دقیقه بیشتر اینجا نمیمونم توی پارک. زهره جانم گفت ما 10 دقیقه میرسیم. یه قد کم گفتم چجوری ما 10 دقیقه میرسیم، ترافیک نباشه از اتوبانم باید بریم فریوی. گفتم ترافیک نباشه تازه ما 15 دقیقه میکشیم. گفت دیگه این گفت 10 دقیقه، منم بهش گفتم میرسیم. دیگه دعا کردیم رفتیم. باور بفرمایید 11:00، یعنی اصلا خود این یه معجزه بود. 11 دقیقه ما جلوی این خانوم با یه دختر بچه بودیم و شروع کردیم تشکر کردن. اونم گفت میدونید اگر، چون عزیزان اگر موبایل من داشتن توی کیفه، توش کیف منم پر از کردیته، گواهی نامم هست، لایسنس هم هست،
و گفت اگر کس دیگه‌ای برداشته بود الان رفته بود تو همین فروشگاه خرید کرده بود، راستم میگه. خب باز ما تشکر کردیم، گفتیم ممنون واقعا. بعد شروع کرد گفت این کار خدا بوده. ای گفت کار خدا بوده. گفتیم آمین که کار خداوند بود. بعد یه زهره جان گفتش که با حقیقتا کار خدا بود. ما دعا کردیم. همسر من پستر هستش و یک کلیسا دستش هست، خدمت میکنه. گفت واو، شما منم ایماندار هستم، خادم خدا هستم. این دختر که میبینید بابای این کشیش منه و کشیش کلیسای ملیبو هستش، کلیسای پروتستان. همون موقع روح القدس گفت میخواستم بهت ثابت کنم من بر زندگی تو پادشاهی میکنم. آمین. از خداوند بخواه که خدایا تو بر زندگی من پادشاهی کن. آمین. عزیزانی که همین الان این موعظه رو میشنوید، که هستید، خواهشم این هست لطفاً شروع کنید، لطفاً بایستید، شما هم بایستید، همه بایستید، اعلام کنید تو خدایا پادشاه زندگی من هستی. اعلام کن، بلند اعلام کن، اعلام کن خدایا تو پادشاه من هستی. چون در طول ایام شیطان مدام میگه من پادشاه تو هستم، اعلام کن خدایا تو پادشاه هستی. هللویا. و شروع کن نهیب زدن. اگر مریضی نهیب بزن به مریضی، بگو شیطان هیچ حقی روی بدن من نداری، اعلام کن. اگر موقعیت مالیت هست بگو شیطان هیچ حقی روی موقعیت مالیم نداری. اگر روی خانوادت الان سختی و مشکلات هست اعلام کن، نهیب بزن، بگو شیطان هیچ حقی روی رابطه من نداری. شروع کن دعا کردن، بلند دعا کن، خدا صدای تو رو میشنوه. اگر این کلام به قلب تو صحبت کرد، اگر گواهی من با قلب تو صحبت کرد، خدا میخواد تو رو برکت بده. اعلام کن. چند دقیقه لطفاً خواهش میکنم روبن جان بیا، اگر میشه لطفاً پیانو بزنید، یا روبن عزیزم یا پرهام عزیزم، لطفاً شروع کنید. میخوام عزیزان بلند دعا کنید. شما هم که روی فیسبوک هستید شروع کن دعا کردن، نهیب بزن به شیطان. شیطان هیچ حقی روی زندگی ما نداره. هر نقطه ضعفی که داریم با قدرت لطفاً دعا کنید، با قدرت نهیب بزنید، دستتون رو با اشاره اعلام کنید شیطان هیچ حقی روی زندگی من ندارید. اعلام کن. هاللویا. لطفاً میکروفون رو بدید به زهره جان دعا کنن. هاللویا. خداوند عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم برای تمام شهادت هایی که تو در زندگی ما به وجود میاری و تو هستی که خداوند از این طریق ها با ما صحبت میکنی و کانفرمیشن میدی ای خداوند که تو با ما هستی. هاللویا. شکرت میکنم خداوند که دستان زورآور تو در زندگی ما هست. آمین که هست. به تو میچسبیم ای خداوند. اونجایی که دیگه خداوند این ویروس ها میاد، انسان ها مجبور میشن توی خونه ها بمونن ای خداوند، از همدیگه دور هستیم ای خداوند، اما خداوند عیسی مسیح تو نزدیک ما هستی، تو در قلب ما هستی ای خداوند، تو هرگز ما رو رها نمی کنی، تو ما رو ترک نمی کنی ای خداوند، تو سرور ما هستی ای خداوند عیسی مسیح. اعلام می کنم امروز ای مسیحم، ای خداوند تو سرور زندگی من هستی. هللویا. و به شیطان نهیب میزنم، دورشو از زندگی من ای در نام عیسی مسیح. ای خداوند عیسی مسیح میخوام شیطان رو دور کنی از زندگی. آمین. در نام عیسی مسیح زیر پاهام خداوند سر شیطان رو میکوبم. خداوند تو انان زندگی من رو در دستانت گرفتی ای خداوند، روی تمام زوایای زندگی من تو حکمرانی کنی. هللویا. هللویا. عیب‌های من رو ای خداوند، گناهان و ضعف‌های من رو تو بپوشونه ای خداوند. در نام عیسی مسیح. ای عیسی مسیح، تو سرور من هستی. به تو توسل می‌کنم ای خداوند. هرگز تو مرا رها نکن ای خداوند. شکرت می‌کنم برای این کلام زنده‌ای که می‌شنویم ای خداوند. باشه که در قلب‌های ما حک بشه ای خداوند. شکرت می‌کنم مسیح جان. برای این موسیقی که برای تو نواخته میشه ای خداوند، حضور تو رو لمس میکنم ای خداوند. ممنونم که تو هستی در خانه ات ای خداوند، اونجایی که قدم برمیداریم میاییم در خانه تو سلامتی و شفا رو دریافت میکنیم ای خداوند. اینجا هیچ ویروسی نیست بلکه فقط حضور شیرین عیسی مسیح هست. شکرگزار تو هستم در نام قدوس عیسی مسیح خداوند. آمین. هللویا. آمین. آمین. با ایمان دریافت کن.
این وقت وقت شفا بود، این وقت وقت آزادی بود، این وقت وقت سلامتی هست. با ایمان دریافت کن که خدا میخواد تو رو برکت بده، چون جزو هیچ قسمتی از برنامه موعظه من نبود. سپاسگزار هستم از فرهام عزیزم. مزمور 55 18 و 19 اعلام میکنه: وقتی با دشمنان بسیار در میان میدان جنگ نبرد میکنم، وقتی در تمام بحرانهای زندگی هستم، هر کدوم ما میتونیم این رو اعلام کنیم در قلبمون، او مرا با پیروزی به سلامت باز میگرداند. او برای من میجنگه. مطابق خروج 14:14 اعلام میکنه خداوند میگه تو نجنگ، بذار من برای تو بجنگم. خدا که پادشاه ازلی است مرا خواهد شنید و آنها را سرکوب خواهد کرد. رنج ها، نگرانی ها، ضعف های جسمانی، ضعف مالی، رابطه های شکسته شده، زیرا آنها از او نمی ترسند و راه خود را تغییر نمی دهند. اما خداوند با ما خواهد بود در این موقعیت. اعتماد ما به خدا و توکل نمودن به او و درک درست داشتن از اراده خدا و در فکر و اعمال او بودن هست که ما پیروزی ها را خواهیم دید. و اگر وفادار باشیم به خدا و حمایت او را بخواهیم، مطمئن باشیم که رفع تمام مشکلات ما خواهد شد. باز در مزمور 55 آیه 22 اعلام میکنه نویسنده: مشکلات خود را به خدا بسپار. میتونیم بگیم آمین؟ هللویا. مشکلات خود را به خدا بسپار و او آنها را برایت حل خواهد کرد. او هرگز نمیگذارد که اشخاص وفادار شکست بخورن. هرگز مجال این رو نخواهد داد که وفادار هستن شکست بخورن. وفاداری یعنی این که وقتی شما کلامی رو شنیدید، کلامی رو خوندید، عهدی رو با خداوند بستید، بیستید، وعده های خدا رو شنیدید، با وعده های خداوند همراه باشید و نترسید. اگر کلامی رو شنیدید، بدونید کلام مال شما هستش، کلام مال دیگری نیستش. خدا میخواد تو رو برکت بده و اگر خدا میخواد تو رو برکت بده، بپذیر. بگو خدایا با قلبم این کلام رو میپذیرم و آنچه که واعظ میگه نیز بپذیر، قبول کن، باهاش نجنگ. هرچند میتونید دلایل و بهانه‌های بسیاری بیاریم زمانی که تو مشکلات و سختی‌ها هستیم که بگیم ما نبودیم، جبر بود، هوس بود، وسوسه بود. خداوندا مانند اون پسر گم شده از اقتدار خودش استفاده کرد، کار بدی نکرد. پسر گم شده اگر گفت خدایا به من اون ارث رو بده من برم، به پدرش گفت، کار بدی نکرد، این اقتدار بود. کلام خدا میگه دختر و پسر، زن و مرد از خانواده‌اش جدا بشن، یک بشن. اما با پدر مشورت نکرد، اراده خدا رو نخواست. اراده پدر رو بخواید. خدا به تو اقتدار داده، آزادی داده برای انتخاب زندگی، اما تحت پوشش اراده خدا عمل کن و پند کلام خدا رو به قلبت بذار بچسبه، با فکرت زندگی بکنه. شخصی توی خیابون توی زمان زمستون که بارش برف هم بود داشت رد میشد، دید چند تا تینیجر نوجوان دارن یه بچه گربه رو میشورن. نگاه که گفت نشورید، این بچه گربه میمیره. گفتن نه نمیمیره. رفت یه ساعت دیگه که داشت برمیگشت، که داره بچه گربه مرده، این بچه هم دارن کلشون تکون میده. اومد گفت من که بهتون گفتم نشورید. بچه ها گفتن از شستن نبود، از چلوندن بود. حالا ما خیلی موقع شکست میخوریم تو زندگیمون، بهانه هایی رو میاریم. باور کنید از این جو کمدی تره برای خدا. به خدا میخنده چون برای خدا داریم بهانه میاریم، چون کلامشو امروز داده، واعظشو در مسیر اراده خودش خوانده برای اینکه ما تقویت بشیم. اشخاص وفادار به خدا، به وعده های خدا نیز اعتماد. روزگارشان پر از مشکلات و رنج باشه، چون در این اینکه میدانن خدا پادشاه آنان هست، با اقتدار همون گونه که گفتم، با افکار مثبت، با چشماندازی قوی پیروزی های خودشون رو میبینن توی زندگی. همون گونه که این شاعر نیز اعلام میکنه که با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش. یعنی وقتی اراده خدا رو نمیخوایی، حالا به عنوان یک مسیحی، حالا به عنوان یک کشیش، حالا به عنوان یک خادم، فرقی نمیکنه.
یعنی با اراده خدا نیستی تو، و چون با اراده خدا نیستی پس مهم نیستش. ولی ما این رو میدونیم، کلام خداوند مطابق مکاشفه 1:6 میگه من و شما که مسیح ایمان آوردیم ما نیز پادشاه هستیم. یعنی خدا به ما این اقتدار رو داده که بتونیم تحت پوشش اراده خدا زندگی خوب و سالمی رو نیز داشته باشیم، و در زمان مشکلات و سختی ها که خودمون رو تنها نبینیم، خدا با ما هستش. آمین. خدا با ماست. پیرزن فقیری که از نواهای خودش هم سرپرستی میکرد، بر اثر فقر یک شب که در حضور خدا میره دعا میکنه، خدا من بهش میگه توی محلتون میریم اون فروشگاه بزرگی که اینجا هست و یه برگه کاغذ بنویس، هر چی میخوای روی اون کاغذ بنویس، برو اونو بذار روی ترازوی اون فروشگاه. و اینم بلند میشه فردا میره یه لیستی درست میکنه و میره میذاره روی ترازو. فروشنده که صاحب مغازه بوده میگه این چیه؟ میگه من اینا رو میخوام. نگاهی به قیافه زن میکنه، میگه قیافش خیلی فقیره، فقیرانه است. نگاه به لیست این میکنه، میگه خیلی گرون میشه. بعد حساب میکنه، میگه این انقدر میشه؟ داری؟ میگه نه من هیچیش ندارم. میگه پس برای چی جرأت کردی بیای تو فروشگاه خرید کنی؟ میگه اینطوری شد، خدا به من گفت. فروشنده که اصلا خدا رو قبول نداشته میگه خدا به تو گفت؟ اینم کاغذ رو مچاله میکنه تو سد آشغال، میگه برو همون خدا کمکت کنه. پیرزنم با دل شکسته از فروشگاه میره بیرون. این مرد میگه عجب، ما تو این دوره بازم از این آدمایی داریم همش فکر کنن خدا کمک میکنه، چرا من باید به این یه درس خوبی بدم؟ کارگرش صدا میکنه و میاد، میگه برو ببین پیرزنه کجا میره. اینم میره بالاخره خونه پیرزنه رو پیدا میکنه و بعد برمیگرده میگه خونه‌ش رو پیدا کردم. میگه اوکی، برو تمام اون لیست رو برمیداره از سد آشغال، میگه تمام این لیست رو برو یه باکس کن و ببر خونه این پیرزن، فقط بهش بگو اینو شیطان داده. اونم میگه باش. اون باکس رو برمیداره و میره در خونه پیرزن و میگه آره بیا، اینو صاحب فروشگاه داد ولی گفت این از طرف خدا نیستش، این از طرف شیطانه. پیرزنم گفت قربون این خدا برم، وقتی که میخواد کاری بکنه حتی از شیطانم شده استفاده میکنه. وقتی من و شما این ایمان راستین رو داریم، خواهشم اینه از ریاکاری، از دروغ، حتی فریبهای قانونی، ما فریب قانونی هم داریم، امیدوارم به هیچ وکیلی بر نخوره که قانونن میگن حالا بیایم این فریب رو بدیم، استفاده نکن. صادقانه بیست. خیلی سخته، ولی اجازه میدی خدا برای تو کار کنه، اجازه میدی شاهد پادشاهی خدا توی زندگیت باشی، نه یه وکیل باشه، نه یک نفر که بهت پیشنهاد میده. خدا شکر من برای تمام وکلا بیان کسایی که متخصص هستن، میگن از این راه برو از اون راه برو، خدا دست من و تو رو خواهد گرفت. آمین. بریم با هم دیگه رومیان 8:18-32 رو بشنویم. نامه رومیان 8:18-32، شما همه میدونید که پولس رسول یکی از رسولان مسیح بود که بیشترین درد و رنج رو داشت توی رسولان، بیشترین عذاب، بیشترین شکنجه، بیشترین زندان، بیشترین جفا رو داشت، اما هرگز دل سرد نشد. توی زندان چی گفت؟ یه نفر بگه توی زندان روم پولس رسول چی میگه از توی زندان؟ برابر میگه شاد باشید، فیلیپیان 4:4، شاد باشید، بازم میگویم در ثروت شاد باشید، درسته؟ بله؟ نه یعنی چی؟ کتاب مقدس من اشتباهی نمیشته؟ آره من باید دوباره شما تعمید بدم. بله میگه شاد باشید، بازم میگویم شاد باشید، در خداوند شاد باشید، نه قدرت، نه ثروت، یعنی توکل به خدا، یعنی پادشاهی خدا. اگر تو زندانم باشید خداوند آرامششو به شما خواهد داد. بله لطفا بفرمایید بخونید. صدا نمیاد. صدا. به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست. هرگز هرگز. تو سختی هستی، تو مشکلات هستی. آقای بیگناه رو همه میشناسیم، روح شاد، این مرد وطن دوست،
که بارها هم درباره مسیح، تولد مسیح سخن گفته بود و شبکه امید جاودان این افتخار رو داره که خیلی ها رو کشف میکنه و کشف کرده و توانسته افرادی که قلب خوبی دارن رو در این شبکه بیاره. یکی از این عزیزان آقای بیگناه بود که در طول تأسیس این شبکه، آقای بیگناه هم نیز کنار ما بودش تا زمان قرنطینه که دیگه شبکه به اون صورت اون فعالیت رو نداشت و ایشون خدمات نیکوی خودشون رو انجام دادن. ما چرا ایمان داریم آقای بیگناه حقیقتا الان در حضور خداست؟ چرا؟ چون به مسیح ایمان آورده و کلام خدا دروغ نمیگه. ما نمیایم آقای بیگناه رو و عزیزانی که از کنار ما رفتن در آسمان بیایم داوری کنیم، چون تمومه، با خون مسیح پوشش کرده، هرچی تموم شده، هرچی. ایشون در حضور خدا هست. سختی داشت، مشکلات داشت، مریضی داشت، اما تموم شد. هر اشکی از چشم او برداشته شد. اینک در حضور خدا کمال خوشی هست. اینجا سختی برای من و شما هست. من نمیگم چشم از این دنیا برداریم نسبت به زندگی هامون، خیلی، اما در مسیر اراده خدا و مطمئن باشین سختی، مشکلات هر چقدر هم که باشه به نیکویی تبدیل خواهد شد. بله؟ تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر میبرد. آمین که مسیح خواهد آمد و آقای بیگناه و رسولان و ایماندارانی که خوابیدند زنده خواهند شد و با ایماندارانی که زنده هستند همه کنار مسیح خواهند بود. آمین؟ آمین. بله؟ زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد تا این امید باقی بماند که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد. آمین. و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم در درون خود می نالیم. این روزها همون روزهای درد زه، درد زایمانه، ویروس ها. چقدر اخبار بد می شنوید؟ لطفا نشنوید. تمومش کنید. اگر واکسنی هست بزنید در نام عیسی مسیح اگر هدایت می شید. اما نیاید بشنوید این واکسن بده، این واکسن خوبه. نشنوید. هر چیزی که میتونید با اراده خدا با دعا انجام بدید. نذارید ترس بر شما غالب بشه، نذارید ناامیدی بیاد. این از طرف خدا نیست. اگر دست به دست خدا دادیم با توکل به خدا زندگی تو ادامه بده با قوت. در مزمور 7:10 میخونیم نسبت به کسایی که با خدا همراهن، صادقانه ایستادن. میگه سپر من بر خداست که راست دلان را، اونهایی که با خدا رابطه عاشقانه دارن، تو اعمالشون، تو سخنانشون، تو رفتارشون هوشیار هستن، تو تیواری نیستن، تو تیواری زندگی نمی کنن. یه قسمتی از کلام خدا را قبول ندارن. مثلا بر فرض مثال میگن مسیح باعث نجاتم شده، ولی من بشارت نه با بشارت من کار ندارم، اون مال من نیست. یعنی اصلا اون کلام قبول نداره. من قبول دارم وقتی دعا میکنی ایمان تو به اندازه دانه خردل که باشه هر چی بخوای خدا بهت میده، اما من با 10:1 اصلا موافق نیستم. نه نه، این هنوز افراد مذهبی شیک هستن، خیلی خوشگلن، مذهبیون خوشگل هستن، ولی مسیحیای نیستن که صادق باشن و این آیه نصیبشون بشه. میگه سپر من خداست که راستلان را نجات دهنده است. راستلان را نجات دهنده در سختی ها و در مشکلات. بله؟ و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد، زیرا که با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. این امید، امید حقیقیه، همون امیدی هست که در انجیل متی 12:21 میگه مسیح امید همه ملت هاست. مسیح امید توی موقعیت کاریته، توی رابطه ایت هست، برای اقامتت امید هست، برای سلامتیت امید هست، برای شرایط مالیت امید هستش، برای تمام ضعف‌های زندگیت مسیح امید هست. سخنان دلخوش نیست که از دیگران بشنویم. دختری بعد از اینکه ازدواج میکنه با پسری که دوست داشته
بعضی چند روزی میبینی چقدر تو فقره، میگه آخه تو چرا از روز اول نگفتی اینقدر فقیر هستی که من باید ازدواج نکنم؟ اینم میگه عزیزم قربونت برم، من از روز اول گفتم تو همه چیز من هستی، همه زندگیم، دار و ندارم تو هستی، و تو هم میخندیدی. بله، اما خدا اینگونه نیست. خدا وقتی گفت من مال تو هستم، من جانم رو اومدم جسم برتن کردم برای تو دادم، تا آخرش تا انقضای عالم هست این باور و این ایمان رو فرزندان خدا باید داشته باشن، تا مجالی به صدای شرارت شیطان ندن، به ناامیدی یا به اخبار دروغ این دنیا ندن، در راستی با اقتدار بتونن زندگی کنن، در امید زندگی کنن. معنی کلیسا و معنی مسیح همین هست، غیر از این نیست. افسوس که اکثر سخنان و گوشهای ما رو دنیا گرفته، چنان خواب بعضی موقع انسان ها رو میاره که با لگد هم بیدار نمیشن، با لگد هم بیدار نمیشن. همه چیز تو این دنیا شده، بهترین لذتشون همون ثروتشون هست، همون قدرت و شهرتشون هست، به فکر طبقه بالا نیستن، طبقه سوم، آسمان سوم نیستن، چون خوابن. بله، چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می شویم. پس اگر من حقیقتا امید دارم، دعای من با قدرت دعای من این نیست. وقتی می خواهیم برای یه نفر دعا کنیم که مریض سرطانی سرطان داشته و دکترها جوابش کرد، بگیم خدای اراده تو هست خوبش کن، حالا اگه نشد دیگه خودت می دونی بریم. نه بابا، به بقیه می رسیم. نه دیگه میره. چه ایمانیه، چه دعاییه. با اقتدار مانند مردان و زنان ایمان در گذشته دعا کنیم. صرف دعا کن برای خودت و برای دیگران، محکم دعا کن. دعای مسیحیت خواهش و التماس نیست. دعای ما یعنی دعا میکنی و خواهد شد، به چیز دیگه فکر نخواهیم کرد. شاعری اعلام میکنه دعا یعنی توکل بر خداوند، به عهد خیش با او باش پابند. دعا یعنی خدا با ماست ای یار، غم و دردت به دست او بسپار. دعا یعنی کلام ناب عیسی که گردد زمزمه اندر کلیسا. دعا یعنی نترس از شر شیطان. شیطان چه کار است؟ تمام کنید شیطان رو تو زندگی روحانیتون. شیطان دورش تموم شد، مسیح بر ما زندگی میکنه و سلطنت میکنه. آمین. دعا یعنی نترس از شر شیطان، چه باشد یار تو، خود عیسی مسیح همراه توست. اینجا اعلام میکنه فرزند انسان، شاید برای همه مکشوف نباشه، کلام خداوندم میگه، من میگم عیسی مسیح، خود عیسی با ما خواهد بود، اون حمایتمون میکنه به توسط روح قدوس خدا. بله، به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند. آمین. زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند. این جواب کسایی که همین الان تو دلشون میگن میشه ما مثل برادر رسول با قدرت دعا کنیم؟ آمین که میشه، وقتی که از روح القدس پر میشه. از خداوند بخواه که روح خدا پر بشه، قوت روح القدس بر تو قرار بگیره و این قوت به تو کمک خواهد کرد. با قدرت دعا کنی تا رفع تمام مشکلات و سختی ها بشه. بله، و آن که قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. آمین آمین آمین، که خود روح القدس به ما جملاتی رو میده که تأثیر پذیر خواهد بود. بله، ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند. آیا خدا را دوست دارید؟ بیستیم بگیم آمین. ببخشید. بیستیم. آیا خدا را دوست داریم؟ آمین. آیا اراده خدا را می خواهی؟ آمین. پس دریافت کن خیریت توی مشکلات و سختی هات. بگو دریافت میکنم در نام مسیح. بله، بفرم خواهش من، بفرم. زیرا خدا آنانی را که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند. آمین. تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. آمین. چراغ وسط رو روشن کنید لطفا. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟
اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آمین. آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ آمین که خواهد بخشید. این ایمان رو داریم؟ پس برای این کلام خدا دست بزنیم. هاللویا. بذار خدا تو زندگیت کار کنه. نقشه نکش. یه خورده برو کنار بشین، بذار خدا برات نقشه بکشه. من نمیخوام بگم بی تفاوت باشی. انسان آزاده. یه کشیشم حتی در جایگاه، حتی خودم میتونم به شما تعلیم بدم، اما آنچه که به شما تعلیم میدم رو خودم انجام ندم، چون انسان آزاد آفریده شده. ولی آنچه را که دارم بهتون میگم این کلام خداست. به زندگی منم نگاه نکنید لطفا، نگاه کنید به کلام زنده خدا که تأثیر پذیره برای کسایی که این ایمان رو دارن. بریم با هم دیگه بپردازیم. میدونیم که موضوع این یک ماه و اندی درباره تنهایی بود. خواهشم این هست، مشروطه بر این که مایل هستید، اگر ندیدید این دروس رو، اینا دروس زندگی هست. کلیسای پرستان مسیح افتخار رو داره که در طول سالها دروس زندگی رو به توسط کلام خدا داده. این خدمت من هست، این خواندگی من بوده در طول این سالها، و با فیض خدا توانستیم تأثیر بذاریم بر حتی مردمی که در ایران هستن. اینم فیض خدا بوده به توسط شبکه‌ها، شبکه امید جاودان. پس خواهش میکنم برای زندگی سالم روحانیتون این تعالیم رو وقتی که اینجا تموم میشه برید دوباره روش فکر کنید، روی آیاتش فکر کنید، بذارید تراپی بشید. خوب نیست انسان در تفکر به اهدافش تنها باشد، و بهترین حالی همانا خداست که هدایت کننده مشتاقان خود میباشد. میتونید عکس بگیرید اگر مایل هستید داشته باشید این نکات رو. این نکات از هیچ کجا نیامده، فقط با هدایت خدا من این را دارم مینویسم. نکته دوم، خوب نیست انسان در تصمیمات مهم تنها باشد، و بهترین مشاور همانا خداست که حمایت کننده مریدان خود می باشد، مطابق ارمیا 33. نکته سوم، خوب نیست انسان در پذیرش مسئولیت ها تنها باشد. مسئولیتی بهت داده میشه، هر کجا از خدا بخوا خدا کمکت کنه، مبادا اون موقعیت مسئولیتی نیز خراب بشه. خوب نیست انسان در پذیرش مسئولیت ها تنها باشد، و بهترین پشتیبان همانا خداست که متوکلان خود را حامی می باشد. نکته آخر، خوب نیست انسان در تحمل دشواری ها تنها باشد، و بهترین دلسوز همانا خداست که با مخلوق خود مهربان می باشد. آمین. و قوت ما نیز خواهد بود، و خدا هستش که در سختی ها به ما صبر می ده، تحملمون رو زیاد میکنه تا بتونیم از این مشکلات عبور کنیم. مشروط بر این که نترسیم، با استقامت بیستیم. خود من در همین دوران قرنطینه، در همین سختی ها، در کنار رهبران و خادمین، من یک روز نیست به فکر این نباشم یک کلیسای دیگه بنا کنم، و بنا خواهیم کرد با فیض مسیح. یک روز نیست که فکر نکنم که شبکه امید جاودان نباید گسترده بشه، باید گسترده بشه، حتی اگر رویای تنهای من باشه، چون خدا با من هست این کار رو خواهم کرد. ولی امروز افتخار دارم خادمین و رهبرانی کنار من هستن دلسوزانه برای این رویا ایستادیم. رویای زندگی چیه؟ بیست براش، محکم بیست. اگر خدا با توست، زندگی تو رو خدا برکت خواهد داد. لحظه ای فکر نکن که نمیتونی یا خدا نمیخواد. هم خدا میخواد و هم با فیض خداوند. مشروطه بر این که ترس رو بذاری کنار. نویسنده اعلام میکنه انسان شجاع اونی نیست که هرگز نترسه، بلکه اونیه که با وجود ترس متوقف نمیشه و به راهش ادامه میده. و شاعری نیز اعلام میکنه ای دل اگر طاقت غم نیست برو، آواره عشق چو تو کم نیست برو، ای جان تو بیا اگر نخواهی ترسی، ور می ترسی کار تو هم نیست برو. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو بشنویم. نامه یعقوب 1:2-8. نامه یعقوب 1:2-8. ای برادران من، هرگاه دوچار آزمایش های گوناگون می شوید بی نهایت شاد باشید. این روزها همون روزهای سخته. بی نهایت شاد در خدا من. بله؟ چون می دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش
ثابت شود، بردباری شما بیشتر می شود. صداقت رابطت با خدا، صداقت رابطت با خودت، صداقت رابطت با خانوادت، صداقت رابطت با خلق خدا. اگر فقط با خدا هستی خوب هستی، خیلی خوبه، ولی تو یه شخص مذهبی هستی. تو خداوند میخواد ببینی با بقیه. مسیحیت رابطه درسته با همه، خودم، خانواده، خلق و خدا. بله. و وقتی بردباری شما کامل شود، شما انسانهای کامل و بی نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود. متی 5:48 خواهید شد. شباهت به مسیح. بله. اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد، آن را از خدا بخواهد، و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آن را به او خواهد داد. اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد. ایمانت را تقویت کن با خوندن کلام، رازگاهان داشته باش با خداوند، زندگیت را تقدیس کن از اون چیزی که اشتباه است. هوا و هوس را بذار کنار، سکه گم شده نباشی، هوشیار باش. جبر اجازه نده، جبر من این تو این موقعیت قرار داده، و پسر گم شده نباش. از اقتداری که خدا بهت داده در مسیر اشتباه قدم بر ندار. بله. چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم می شود، چون این شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت، چرا که مدام با شک هست، نه با ایمانش با خدا. بله. چون شخص دودل در تمام کارهای خود ناپایدار است. آمین. 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 درد و رنج زندگی را جز تحمل چاره نیست. این شکست را مردانه‌وار باید کشید. و وقتی با خدا هستیم، خداوند مطابق فیضش ما را تقویت خواهد کرد. آمین. لحظه لطفاً سرهای خود را خم کنیم به آنچه که شنیدیم. آنچه که روح القدس امروز تو را ملزم کرد. در ادامه حیاتت باهاش زندگی کن. فقط برای چند دقیقه از اون لذت نبر، چون خداوند میخواد تا ابد تو از کلام او لذت ببری. اینک از تو میخوام خداوند و مطابق فیضت، عزیزانی که در کلیسا هستن، عزیزانی که روی شبکه ها هستن، تو با فیض دانان را برکت بدی ای خدا. فکر و دلشون رو تقدیس کن از هر نگرانی، از هر ناامیدی، از هر ترسی ای خداوند، و تو ای خدا اون خلای تنهاییشون رو پر کن برای رسیدن به اهدافشون، برای تامین شدن ای خداوند، برای تکمیل شدن ای مسیح خداوند.